طلا در خاک. شنونده های برنامه طلا در خاک، سلام. ما و کمپیوتر بپذیرین. کمپیوتر قبلا روشن کرده بودم و در خدمت شماستیم. بخش اول در مورد دوختن لباس هاست. بلکل درست گفتی کمپیوتر. آل گپای خانم را روشن میکنم که هم زمینی کار به خود و هم به دیگه زنان مساعد کرده. در بخش خیاطی دستشان میگشت، خامک دوست بودن، چرمه دوست بودن. ما مواد برشان تسلیم میکردن، اونا بر ما هم چیزی را که میگفتم ما آماده میکردن، میآوردن. اونمو چهار پی مزد دستشان بود، ما برشان تقدیم میکردم. بخش دوم درباره کم کردن مصارف در تولیدات میباشد. یکی که ما خود ما چاپخانه بودیم، زایات ما همیشه میرفت بیرون کیره میسوختاندن و در پلوش میدیدیم که شهر با ای کثیف است. ای که این شخص در کم کردن مصارف تولیداتش کدام نکات در نظر گرفته کمی بد میشنوی و در بخش آخر برنامه گفته آی جوان را داریم که از خاطرات تلخ دوری مسئلیش قصه میکنه. مستری ها گفتم که ما محصول هستم، این پیسه پیش ما نیست. قبول نکرد. آخر که نشد کشیدم همین تلفن همراهیم که داشتم به این مستری دادم، گفتم اینه میرم گرو بگی. هر کس میخواید انجام کارایش موفق باشه، اما کسی که استعداد بیشتر داره از دیگرا در کارایش کامیاب میباشه و اقتصاد بهتر میداشته باشه. در اقتصاد خانواده خانم ها هم نقش مهمی میداشته باشن، مخصوصا اونایی که یک مهارت را یاد دارن. مهارت اونا سبب میشه که در خرچ و مصارف خانه کمک شوند. آل گپای امتی خانم را داریم که به کمک دیگه خانم ها لباس های افغانی را میدوزن. او به این کارش هم زمینه آید به خود پیدا کرده و هم به دیگه زنا. یکی از قیمتی ترین پیراهن زنانه در جهان 11 میلیون پوند ارزش دارد. اوه 11 میلیون پوند؟ پوند خوب پیسه انگلستان است مگم کمپیوتر. آفرینت. امی که از گند افغانی یاد کردیم، تو همین معلومات پیدا کردی؟ آل خیبیه که مصاحبه همکار مقصود صدیقی را بشنویم که با دو خانم صحبت کرده. بلکل درست است. شنونده عزیز برنامه، میخوایم با خانم صحبت داشته باشم که اینا هم به خود و هم زمینی کار به خانمای دیگه فراهم ساختن. با جای کار از اینا آمدیم، تعداد زیاد دختر خانم و خانم ها دال شیشتن مصروف کار هستن. خودشان در مخدم معرفی میکنن و معلومات میتن. ناسمه کویستانی هستم، 4 الی 5 سال میشه تعداد از خانم های کمرای ما کار میکنن، البته بخش های مختلف. بخش صنایع دستی که خامک دوزی، چرمه دوزی، بافت، کارد دستی، لباس های جرایی، شرکت هایی که دوا هستن لباس شانه بر ما قرارداد میدادن، چپن های سفید. تولیدات خود به نمایشگاه به نمایش میگذاشتیم و فرمایش هم داشتیم که خانم ها بر ما فرمایش میدادن لباس های شانه از داخل از خارج. بخش دخت و صنایع دستی و لباس ها را شما چرا انتخاب کردین؟ چون بسیار علاقه‌مند بودم، کارمند بودم، میگفتم خودم یک روز یک کاری را پیش ببرم، خودم در از کار باشم. در داخل شرکت آزاد بودن، از فامیل اجازه داشتن که بیاین کار بکنن بیرون از خانه. خانمایی که میامدن آزادانه کار میکنن و خانمایی که اجازه نداشتن بیرون از خانه کار بکنن، در بخش خیاطی دستشان میگشت، خامک دوست بودن، چرمه دوست بودن. ما مواد برشان تسلیم میکردن، اونا بر ما هم چیزی را که میگفتم ما آماده میکردن، میآوردن. اونمو چهار پی مزد دستشان بود، ما برشان تقدیم میکردم. خرچ مصرف اولادشان خانوادهشان میشد. حالا چقدر خانم ها و دختر خانم ها با شما کار میکنن؟ قبلا 15 الی 20 نفر بود که کار میکردیم، فعلا در حدود 4 الی 5 نفر هستیم. با بسیار مشکلات ما میجب تلاش میکنیم یک خانم میایه، یک دختر خانم میایه، یک چهار پی پیدا بکنن. منطقه تحولات که شد، ما یک ماه کار ما بسته شد. باز بعد از یک ماه دیدیم که مکنم امکانات دیگه نبود که بر ما معانه ماش بیایه، پیسه بیایه. باز ما تلاش کردیم که دروازه را باز بکنم، همین خانم ها بیاین. خدا مهربان است که از یک طریق یک لقمنان پیدا بکنیم برای خود، بر چهار نفر دیگه که دور ما هستن. و بخش آموزشی دارم که ما یک تعدادی از خانم های دختر خانم هایی که فعلا بیکار شدن، اگر کارمند بودن، معلم بودن، کلشان بیکار آمدن. همیشه به بخش آموزش خیاطی 20 الی 25 نفر هستن که دو تایم برشان ساختیم درس میتم. چطور با این مشکلات کارتان هسته هسته دوباره شروع کردین؟ ما دیدیم که بخشی که ما کار میکنیم بخش خانم ها هسته. خودم در اصل کار هستم، از ولایات برای ما تماس گرفتن که ما این تو گاردر داریم. اونیم باعث شد و یکی خانمایی که شاگردایی که داشتم برای ما زنگ زدن که ما بیکار هستیم چی کنیم بالاخره. پس آمدیم کار شروع کردیم و هستیم فعلا. همی که شما یک جای شدین، کار به شکل تیمی پیش بردین، در آغاز دوباره کارتان چقدر تاثیرگذار بود که تا حال کارتان به پیش روان است؟
با وجودی که دل سرد شده بودم زیاد میگفتم کار بسته کنم چی رقم کنم، مامو کرایه از امیجه را چی رقم پیدا کنم که اگر امیجه را بسته کنم مامی جنسارم با بسیار پیسی ناچیز به فروش برسانیم خود نمیشه. باز آمدیم با مشوره هم گفتیم بریم اونم جمع دروازه را که باز بکنی، خداوند گفته که تو حرکت کو ما برکت میکنم. فعلا که کار میکنیم، شکر درآمد ما خوب بوده، اما مصارف خودم پیدا کردیم، کرایه را پیدا کردیم، با وجودی که صاحب خانه کرایه را پایین کرده شکرگزار هستیم. فرمایشات چطور است؟ روز به روز بهتر شده میره؟ یعنی فرمایشات ما کم است، کمتون میشه. اگر قبلا ده جوره پانزده جوره بود، حالا فعلا پنج جوره شون باشه، شکرگزار هستیم میشه. خب دوست عزیز، میخوایم با یکی از استادای که اینجا خیاطی میکنن صحبت داشته باشم. اسم شما؟ اسم من شمسی هستم. ما به می امید آمدیم که استاستا کار ما خوب شوه، مصروف هستیم، کتمی مسئول ما همکار شدیم، ما کتما همکار هستن، کاروبار به خیر خوب شوه و ما هم پیسه میتن دیگه، ماش میتن، لباس های مشتری را میدوزم، گند افغانی، هر آنچه که خیاطی باشه میکنیم، ما خوش هستیم، مزیاب. کمپیوتر پیشتر گفتیم پیراهن 11 میلیون پوند قیمت داره، ایره بگو که چرا قدر قیمت است؟ با دلیلی که در آن الماس کار شده. خدا میداند کدام خوشبختی را میپوشه. در بخش دوم برنامه گپای کسر داریم که کتاب چاپ میکنه و از کاغذهای بیکاره کاغذهای نو جور میکنه. ماشین چاپ اولین بار در زمان امیر شیر علی خان در افغانستان آورده شد. کمپیوتر معلومات بیشتر یادت نره، اول مصاحبه همکارم میشنویم. دوستای عزیز، میخوایم در این بخش با کسی صحبت داشته باشم که اینا از کاغذهای بیکاره کاغذهای نو جور میکنن. یکی به این کارش تو فکرشان شده، میخوایم با یک از مسئولین از این بخش صحبت داشته باشم. من نوید حکیمی هستم. یکی که زایات ما همیشه میرفت بیرون کیره میسوختاندن و در پلوش میدیدیم که شهر با این کثیف است. بالاخره به این رسیدیم که باید خود ما یک پلان بسازیم زایات دوباره کاغذ تولید بکنیم. خوشبختانه کاغذ زایات از تمام شهرها گرفتیم، بسته‌بندی کردیم، از دوباره کاغذ تولید کردیم. ببینین اولی که شهر پاک میشه از این بیوه، یتیم، جوانای بیکار میرن کاغذ زایات جمع میکنن و حداقل یک روزی رزق حلال به خانه میبرن. در پهلوی از این کاغذ تولید میشه، پس به صنعت ما استفاده میشه. شما یادآوری کردین که تعداد زیاد مردم در این بخش شما کار میکنن، از اینا چه قسم می کاغذهای بیکاره را دوباره خریداری میکنین؟ چند پول میدین برشان؟ در تمام ولایات نمایندگی ها هست، در موترسکل های زرنج، بابوجی، زایات از شهرها، از سطح شهرها، از دوکاکین، از هر جایی که جمع‌آوری میکنن میارن نمایندگی ها دوباره او را بسته‌بندی میکنن، انتقال میشه به مرکز و در مرکز پروسش همی میست که پس و بسته‌بندی ها پاک میشه، خمیر میشه، فلتر میشه، بعد از او به عرض بسیار کلان به شکل رول کاغذ قهوه‌ای و کاغذ صفحه تولید میشه. هر کسی که بیکار بودن اونا رفتن مثلا روزانه اگر 100 کیلو از این کاغذ ها جمع کنن، اگر به کیلو 5 روپیه بفروشن میشه 500 افغانی، خوبش باشه به 10 افغانی هم میفروشن. تحولی که آمده، حکومت سقوط کرد، فابریکه بند نبوده، به این خاطر ما کار خود هیچ وقت نخوابانده تا فعلا هم کار میکنیم و یک مشکل اساسی که متاسفانه بانک ها فعلا سرویس ندارن، با یک پول بسیار ناچیز ماهانه را ما میگیریم، پول نه پول معاش کارگر میشه و نه مصارف شرکت ها را پورا کرده میتونه. چی کردین که کارتان یک روزم توقف نکد و تا حال دوام داره؟ دلیلش این بوده که از مواد خام موجود خود، چیزی که در دسترس داشتیم، تا حال تانستیم به شرکت هایی که تعهد داشتیم به اونا کارتن بسازیم، حتی به میوه خشک افغانستان، به میوه تازه افغانستان، از ذخیره خود ما استفاده کردیم. قبلا روزمره چقدر تولیدات داشتین؟ با حال روزمره چقدر تولیدات دارین؟ نسبت به سابق 50% کم کاست در کار آمده، تقاضا هست ولی مردم پول نداره یا تجار پول نداره که پول بیارن مزن از یک کارتن بخرن. اگر ما 200 هزار کارتن مثلا در روز تولید میکردیم، حالا به 100 هزار کارتن تقلیل پیدا کرده، یا در کاغذ اگر ما 120 تن تولید داشتیم، حالا 50 تن تولید داریم. آیا هم از این به فروش میرسه؟ خوشبختانه این چیزی را که ما حالا داریم، بله. مشتریای ما فعلا پول در دسترس نداره. مثلا اگر پول چی مقداری که در دسترسشون هست، همون قدر خریداری میکنن. یک مقدار اگر در بازار فروش میکنن، یک پول نقد گیرشون میاد، با مقدار پول دست داشته خودونا خرید کردن. اکثر کارگرها کارگرای فنی هست و این کارگری فنی را ما ترنینگ دادیم، سر از این مصارف کردیم.
و اگر ما او را به خانه بفرستم و فردا او بیکار بانه، مطمئن هستم که یا خدای نخواسته از کشور مهاجرت خواهد کرد یا به شغل دیگر شاید شروع بکنه که بعد ما او را نتانم پیدا کرده، این کلان یک ضربه میشه به شرکت. به این خاطر در حال حاضر امی پالیسی را گرفتیم که ما نهایتاً امی کار را که میکنیم حداقل ماش کارگر هم بتانیم پیدا بکنیم، امی تیم کاری خود نگاه بکنیم که حداقل انشالله حالت به حالت نرمال بره، بتانیم دوباره ام فعالیت خود به صورت منظم انجام بدیم. دوست عزیز، ما به صحنه کارخانه از اینا آمدیم و میخواییم با کسی صحبت بکنم که اینا کاغذ بیکاره را میرن و اینجا به فروش میرسانن. نامتان؟ حاجی محرم. چقدر وقت میشه که اینجا کاغذ میرن و کاغذ از کجا جمع آوری میکنین؟ یا از کارخانه است که اگر ببرن در مارکت و کارتانش خوب کار نداره، باز جمع میکنم دو ما با سه ما با اینجا میارم. چقدر کاغذ آورده بودین؟ امروز 180 کیلو. در مجموع چقدر پیسه شد؟ 2520 فن. این یک فایده دیگه هم است که یک بازی کردی. زنده باشی. گپای مالک کارخانه را خوش شنیدیم که با در نظر گرفتن بعض سنجشات کارش را رونق داده بود. کامپیوتر، وقتی که ماشین چاپ در افغانستان آوردن چی چاپ میکردن؟ نشریه شمس النهار را چاپ میکردن. مسئول این نشریه کی بود؟ عبدالعلی خان نام داشت. خب شنونده عزیز، در بخش آخر برنامه قرار داریم، وقت شنیدن قصه رسیده. ای شما و ایم قصه. محمد خالد هستم، باشنده ولایت پروان. وقتی که ما محصل بودیم، ما یک روز پانتون رفتیم، چون که ما مشکل اقتصادی داشتیم، در موتر رفتن می دانستیم، در موتر سکل رفت آمد می کردیم. بازی می جه یک روز 300 افغانی در می جه به ما بود، ما رفتم طرف پانتون. چون که امتحان هم داشتیم، در مسیر راه این موتر سکل ما خراب شد. یک بار جورش کردم، برآمدم که بازی خراب شد. باز که آمدم، یمی 100 افغانی که پیش ما مانده بود، باز موترسکل جور کردم، 200 متر را رفتم، بازی خراب شد. بردمش پیش مستری، مستری را گفتم که من محصل هستم، این پیسه پیش من نیست. قبول نکرد. دیگه پا گفتم تا آخر که نشد، کشیدم این تلفن همراهیم که داشتم، به این مستری دادم، گفتم اینه میرم گرو بگید. کتابای ما هم که دادمش قبول نکرد. تلفن ما گرفت، گل کرد، همجا پیش خود نگاه کرد. سبایش که ما بارش پیسه بردم، تلفن ما گرفتم. آدم که در جایی که مثال کارش با اصطلاح بند باشه، بازکار نکنن، بسیار احساس نامیدی میکنه دیگه. امو آدم بعد از اینکه پیسه را بردم بخشش، گفتم این ما محصل بودیم، تو همه خداری که ما گذشت نکدی. بعد از این محصلی ما وظیفه داشتیم، وظیفه رسمی. دولت سقوط کرد، ما بیکار شدیم. دوست ما آمد امی مشوره را کرد که ما این رستوران تا آنلاین با گفت که تناست و همکاری بکنه. فعلا امی بخش گارسونش غذا میرسانیم در به منزل. 9 بجه شب به او طرف اگر سفارش اگه می آید 50 روپی 60 روپی 100 روپی اضافه می تا به خاطر اگه می گوید دهی نصف شب زحمت می کشی و دهی حالت ای که بیکاری با اوجا خود رسیده کسی کار بار نداره، ما به می خوش هستیم که خرچ روز مروزه خود پیدا می کنیم. شنونده عزیز، برنامه را که شنیدین امکار مقصود صدیقی در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و تهیه کرده بود که من حسام الدین همدرد براتون تقدیم کردم. اگر در مورد برنامه های ما نظرات دارین، میتونین به این شماره با امکاران ما در تماس شوین. 020-240-51-01. همچنان شما میتونین این برنامه و سایر برنامه های ما را روی سایت tajala.af هم بشنوین و هم بخونین.